با درود، در این ویدیو میخوام مدارات محافظ برق رو بررسی و نحوه ایبیابی این دستگاه رو به شما عزیزان آموزش بدم. خرابی در اکثر این مدارات این فیوز شیشه‌ای و خازن ورودیه که معمولاً از خازن پلی‌استر استفاده میشه و خرابی‌های دیگه مربوط میشه به رله و در نهایت این خازن صافی که معمولاً ظرفیتش بین 330 میکرو تا 1000 میکرو هستش. البته امکان سوختن و خرابی آیسی هم وجود داره، ولی خیلی کم پیش میاد و دلیل اصلی خرابی آیسی هم دیودهای زنر و در واقع تغذیه آیسی است. در بعضی از مدارات یک یا دو تا پتانسیومتر هم وجود داره که برای تنظیم دقیق ولتاژ قطع بالا و پایین هست. در این ویدیو نمیخوام درباره تعمیر این دستگاه صحبت کنم. در واقع میخوام درباره طراحی و ساخت اصولی این دستگاه ویدیو بسازم. حدود 5 سال پیش یک نمونه دستگاه محافظ برق ساختم و 4 سال بعدش یک نمونه جدیدتر رو ساختم و همونطور که قولش رو داده بودم میخوام مدارات این دوتا محافظی که ساختم رو در اختیارتون بذارم، ولی قبلش باید مبانی مقدماتی این دستگاه رو یاد بگیریم. در خارج از ایران چیزی به نام محافظ برق برای هر دستگاه الکتریکی وجود نداره و فقط یک محافظ برق یا استابلایزر کنار کنتور برق قرار داره تا نوسانات برق در ورودی ساختمون رو برطرف و یا خروجی رو قطع کنه. ولی در ایران از اونجایی که خرید استابلایزر به صرفه نیست، بنابراین برای هر دستگاه با ارزش مثل کامپیوتر، یخچال و تلویزیون از این دستگاه استفاده میشه. مثلا برای تلویزیون و کامپیوتر از محافظ برق‌های 10 آمپری 4 خونه استفاده میشه و برای یخچال از محافظ برق 16 آمپری 2 خونه استفاده میشه. ولی به طور کلی عملکرد مدارات این محافظ ها به یک شکل است و از یک آیسی مشترک برای مقایسه کردن ولتاژ ورودی نسبت به ولتاژ نمونه‌گیر استفاده میکنن و همونطور که میدونید اسم این آیسی LM324 است که از 4 تا مقایسه کننده تشکیل شده. از این 4 تا مقایسه کننده از یکیش برای اندازه‌گیری ولتاژ قطع پایین، دومیش برای اندازه‌گیری ولتاژ قطع بالا و سومی برای مقایسه کردن دو تا خروجی آب امپ 1 و 2 نسبت به ولتاژ نمونه‌گیری شده هست که در صورتی که ولتاژ مقایسه کننده ها در حالت مطلوب باشه، بعد از گذشت یک زمان مشخص شده خروجی این آب امپ به ورودی آب امپ 4 میرسه. اگر همه چی درست باشه خروجی که رله باشه رو وصل میکنه. برای قسمت تغذیه آیسی و رله هم معمولاً از مدارات کاهنده خازنی استفاده میشه و دلیلش هم که مشخصه، سبک بودن و کاهش هزینه ساخت از مزایای این مداره. در قسمت خروجی معمولاً از رله 12 یا 24 ولت استفاده میکنن، ولی شاید براتون سوال باشه که چرا از رله 5 ولت استفاده نمیشه. در جوابتون باید بگم که هرچی ولتاژ رله بیشتر باشه جریان کمتری از مدار میکشه، بنابراین هنگام طراحی و ساخت مدار نیازی به استفاده از قطعات با توان بالا نیست. مثلا اگر از رله 5 ولت استفاده بشه، از اونجایی که جریان زیادی از مدار میکشه باید از خازن پلی‌استر 1 میکروفاراد و دیودهای زنر با توان بیشتر از 1 وات استفاده بشه. در این حالت هزینه ساخت دستگاه به شدت بالا میره. در صورتی که اگر از رله 12 یا 24 ولت استفاده بشه دیگه نیازی به دیود زنر وات بالا نیست و میشه به جای استفاده از خازن پلی‌استر 1 میکروفاراد از خازن 470 نانو تا 1 میکروفاراد برای طراحی و ساخت این دستگاه استفاده کرد. و البته این رو هم اضافه کنم که من همزمان با ساخت این ویدیو در حال ضبط یک دوره طراحی و ساخت دستگاه های محافظ برق هستم که در روزهای آینده این دوره رو در اختیارتون میذارم. در اولی محافظی که ساختم همونطور که میبینید از قطعات SMD استفاده کردم و برای خازن و LED ها از قطعات دیپ و برای تغذیه مدار هم به جای استفاده از مدار کاهنده خازنی از تغذیه سویچینگ استفاده کردم. در گوشه مدار هم تاریخ شمسی و میلادی رو نوشتم و همچنین این عدد 1 که اینجا نوشتم به این معنی است که این مدار ورژن اولی است که در سال 97 ساختم. در دستگاه دوم همونطور که میبینید در سال 1401 ساختم، تقریبا پارسال، و این شماره 2 که اینجا نوشتم به این معنی است که این مدار ورژن دوم هست. و همونطور که شنیدید رله بعد از گذشت یک زمان معین وصل شد. ولتاژ مجاز این دستگاه بین 190 تا 245 ولته. در دوره‌ای که قرار در آینده در اختیارتون بذارم درباره نحوه تعیین ولتاژ‌ها و تعیین ولتاژ نمونه‌گیر و انتخاب درست خازن پلی‌استر و قطعات الکترونیکی بیشتر توضیح میدم. حالا دستگاه رو باز می‌کنم تا داخل رو هم ببینید. اولین نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره کنم این سوختگیه. این سوختگی ربطی به مدار من نداره، مربوط به این مداری میشه که گوشه تصویر گذاشتم. خب بگذاریم.
در این مدار از رله 12 ولت و خازن پلی استر 680 نانوفاراد 630 ولت استفاده کردم. اندازه فیبر این مدار 6 سانت در 5 سانتی متر که البته کوچکتر از این هم میشد ساخت. ولی خب چون قصد من آموزش هست بنابراین نمیخوام مدارم توام باشه، ولی در کل سعی میکنم دوره طراحی و ساخت محافظ رو در روزهای آینده منتشر کنم. پس تا ویدیوی بعد، بدرود.